باور ندارید برید دفتر نظرسنجی کنید. آقا من مصداقش دارم میگم، میگم آقا عباس غفاری چی شد؟ من بازپوش خواستم اومد تو مجلس بگم 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 دیگه بنده آقای حسینیان سندش اینه، هر رسانه هم هست بنویسه من بودم، آقای حسینیان، آقای رسایی، آقای محمد کوثری و آقای زارعی بازجوی پرونده عباس غفاری رو خواستم بیاد تو مجلس. گفتیم پرونده رو بیار. این کیه؟ توضیح داد، گفت بله واقعا یه توانایی هایی هم داره. بعد ما گفتیم خب این چی؟ گفت ازش ما پرسیدیم که تو پرونده هم بود که شما این زندگی که داری و این خونه و این بالاخره کارام نداری چجوری مخاطبت میگذره؟ گفت خب مریدان به پول میدن. گفتیم مریدان مثلا؟ گفت آقای باقر لاریجانی آخرین بار 20 میلیون. خب بگید اینو برادو، بگید اینو برادو که آخرین بار عباس غفاری بازجو گفت اگه دروغ گفته برام پوستش رو بکنه 5 سال شاهدت بردم. و بعدم تموم شد رفت، مانم هم نوکی شد. این اگر کسی به قرآن نجد، بنده اینجا گفتم میتونن منو به خاطر این محاکمه کنن، 5 سال شاهد بردم دیگه. توجه میکنیم اصلا هم اهلی هم ایشون میدونه من علارغم این چیزی توی دانشگاه مشهد سخنرانی میکردم، یک کسی گفت پسر آقای هاشمی دزده، گفتم خودت دزدی. برای چی؟ ما چه میدونیم دزده؟ دزدی رو باید محکمه ثابت کنه. ولی من خودم دیدم که فائزه هاشمی همسر آقای هاشمی گفت مردم بریزی تو خیابون، من بدم میاد ما مخالفتیم دزده. اینی که گفتم من سند برش کنم، سندم اینه، ببرن محاکمه کنم. میگم این آقایی بودم، این باشه هم بودیم. حالا اصلا من میگم چه شد این عباس غفاری که به قرآن نجات داده چرا اعدام نشد؟ مرتبط با مشاهی هم بود دیگه.